سلام دوستان خب با دوره الگوریتم سیمپلکس در خدمتون هستیم تو جلسه قبل گفتیم که الگوریتم سیمپلکس بر اساس دو اصل پیش روی میکنه و جواب بهینه رو پیدا میکنه اولین اصل این بودش که میگفتیم اگر جواب وجود داشته باشه جواب بهینه حتما روی یکی از نقاط رأسیه نقاط رأسی چی بودن؟ نقاطی بودن که روی محدودیت ها روی تلاقی محدودیت ها قرار داشتن به اینا میگفتیم رأس نقاط رأسی یعنی روی رأس یکی از ازل محدوده جواب ما که به صورت محدب هستش قرار داره خب و دومین اصل این بودش که ما روی جواب یعنی روی نقاط نقاط رأسی تکرار میکنیم که در واقع الگوریتم سیمپلکس هر دفعه که میخواد روی نقاط رأسی تکرار بکنه از یک نقطه رسی به اونی که بهتر هست پیشروی میکنه تا مسیر کوتاهتر رو در واقع پیشروی کنه و جواب بهینه به رو پیدا کنه و الگوریتم سریعتر به جواب برسه خب گفتیم روی یکی از نقاط رسی هستش نقاط رسی رو ما به زبان جب میگیم جواب های پایه یعنی basic solution هستش که من اینجا می نویسم basic solution خب به اینا به نقاط رأسی میگیم جوابهای پایه‌ای حالا وقتی که من میخوام نقاط رأسی رو پیدا بکنم اگر خاطرتون باشه من یک معادله ریاضی رو یک در واقع مدل ریاضی رو به این شیوه نشون میدادم میگفتم مینیمم یا ماکسیموم تا به هدف من که تا به هدف من به صورت خطی یعنی برابر با یه خطی هستش که یه ذریبی زب در متغیرها میشه و یک سری محدودیت دارم با توجه به محدودیت هایی که کوچیکتر مساویه یک عددی هستن که اونا هم خطی هم. ما اگر بخوایم نقاط رسی رو پیدا بکنیم کوچیکتر مساوی وقتی که میگیم اگر این فضای ما باشه یعنی داخلش درسته اما اگر میخوایم نقاط رسی رو پیدا کنیم یعنی روی محدودیت های من باشن روی تلاقی محدوده یعنی باید مساوی این مقدار بشن و مدلایی که دارم پس باید جوابهایی رو پیدا کنم که در واقع اینها مساوی میشن نه اینکه کوچیکتر بشن و من معادله دستگاه معادلات رو حل بکنم نه دستگاه نامعادلات رو خب این شیوه مختلف نمایش در واقع یک مدل ریاضی بود که قبلا توی مدل سازی ریاضی با هم دیده بودیم این به صورت ماتریسی بود که به این میگفتیم ماتریس A ای به این ماتریس C میگیم خب و به اینم ماتریس X میگیم که مت... ماتریس متغیر هستن و اینم ماتریس B کوچیک هستش بردار B کوچیک هستش که به این شیوه به صورت خلاصه میتونیم اونو نمایش بدیم حالا کاری که باید بکنیم اینه که ما این معادله رو طوری باز نویسی کنیم که دستگاه نامعادلات تبدیل بشه به معادلات تا بتونیم نقاط رسی و جوابهای پایه رو پیدا بکنیم خب برای این کار ما نیاز داریم یک سری متغیرهای کمکی اضافه کنیم که به کمک اونها دستگاه نامعادلات به دستگاه معادلات تبدیل بشه خب برای این کار من یک سری متغیر لازم دارم که اون رو بهش اضافه بکنم که این نامادله به معادله تبدیل بشه حالا چرا من اگر متغیری رو اضافه بکنم این نامادله به معادله تبدیل میشه به خاطر اینکه میگه این x یک کوچیکتر مساوی با چهار هستش در واقع چون این کوچیکتر هست به اضافه یک عددی بشه مثلا اس بشه اون وقت انقدر این عدد باید مثلا این اگر صفر باشه یا یک باشه این عدد اگر سه باشه مساوی با چهار میشه این الان جواب یک یک جوابی هستش که میتونه رو تو این محدودیت صدق میکنه ولی تو محدودیت کوچیکتر صدق میکنه اگر این سه رو هم به این قسمت اضافه بکنم اون وقت برابر با چهار میشه پس در واقع اگر من یک متغیری به نام x سه بود یا حالا S یا Y یا هر چیزی بهش اضافه بکنم این دستگاه نامعادلات تبدیل به معادله میشه حالا این در واقع متغیر جدید من اس وای ایکس هر چیزی این هم باید بزرگتر از صفر باشه چرا باید بزرگتر مساوی صفر باشه چون اگر منفی سه باشه باز هم این درست هست اما در واقع داره این رو کوچیکترش میکنه من نمیخوام این کوچیکتر باشه من میخوام این قسمت معادله من بزرگتر بشه تا به این برسه نه اینکه کوچیکتر بشه همینطور فاصله بگیره پس این اس من هم باید بزرگتر مساوی صفر باشه یه عددی مثبتی باشه که به این اضافه میکنم تا این مقدار به چهار برسه خب پس به این هایی که اضافه میشم متغیرهای کمکی میگن به ما کمک میکنن که دستگاه نامعادلاتمون رو به دستگاه معادلات تبدیل بکنیم حالا این چیزی که اینجا نشون دادیم چرا با x3 x4 x5 نشون دادیم ببینید این یه چیز استانداردی هستش که یه سری از کتاب ها به این صورت نشون میدن یعنی میگن من دستگاه اصلی من تشکیل شده از x1 ایک و x2 خب و حالا وقتی که میخوام به معادلات تبدیل کنم برمیگردم از اول به این x به این یه متغیر جدید به نام x3 به این هم یه متغیر جدید به نام x4 و به این یکی هم یه متغیر جدید به نام x5 اضافه میکنم حالا ما زمانی که درس میخوندیم بعضی از کتاب ها این رو به عنوان S یعنی میگفتن به جای X3, X4, X5 اضافه کنیم بگیم S یک, دو, سه و غیره یعنی چی؟ یعنی بگیم به اضافه S1 به اضافه S2 به اضافه s اس چرا به خاطر اسلک وریبلز که همون معنی متغیرهای کمکی رو میدن که بدونیم که آقا این کمکی بوده اضافه شده اما لزومی نداره من میتونم اینو با وای نشون میدم بتونم با زد زد که اینجا هستش با کا نشون بدم با هر چیزی که دوست دارم پس اگر جایی رو دیدین با x اضافه کرد از کجا میتونیم تشخیص بدیم که این کمکی بوده اگر اس و فلان و فلان بودن هر چیز دیگه ای بودن خب میتونیم تشخیص بدیم چون با این همخوانی نداره اما اگر x 3 بود از کجا میتونم تشخیص بدم یکی از این راههایی که میتونم تشخیص بدم اینه که توی تابع من وجود نداره چون ضریبشون صفر هستش نمی... نمایش نمیدن در واقع x 3 به صورت صفر به تابه هدف من اضافه میشه و x 4 هم با ضریب صفر اضافه میشه و x 5 هم با ضریب صفر پس اگر دیدم تو تابه هدف من وجود نداره پس با ضریب صفر دارم نشونش میدم و یک تو متغیر کمکی هستش و میتونه یک متغیر کمکی هم باشه بر فرض خود دستگاه معادلاتی که مثلا به ما دادن نه دا معادلاتی که به ما دادن اینجا فرض کنین اینجا قبل اینکه من متغیر کمکی اضافه کنم یه x3 هم اینجا بودش چون توی این تا به هدف من وجود نداره اصلا میتونم به عنوان یک متغیر کمکی ازش اضافه استفاده کنم بدون اینکه یه متغیر کمکی اضافه کنم چون از لحاظ ریاضی درست پس یکی از راه‌ها اینه که اینجا هستش دوم اینکه که تنها تو یکی از معادلات ضریب داره خب که ضریب یک رو هم داره وقتی که دستکار رو به من میدن تو اینجا هم وجود نباید داشته باشه یعنی با ضریب صفر باید باشه اینجا اگر توجه کنید من جاشو خالی گذاشتم چون ضریبش صفر هستش و اینجا هم برای x4 ضریب صفر داره و اینجا هم واسه x5 اینجا جای x مختلفه و اینجا هم صفر x4 و اینجا هم صفر x5 هستش پس توی معادلات دیگر وجود نداره و توی یک معادله وجود داره که به ما کمک کنه اون معادله به عدد سمت راست یا دست راستش برسه پس از این طریق میتونم بفهمم کدام متغیرها متغیرهای کمکی بودن پس من با استفاده از متغیرهای کمکی نامعادلم رو به معادله تبدیل میکنم خب وقتی که این کار رو بکنم تمام نامساویه های من به مساوی تبدیل میشه دستگاهی که میخوام حلش بکنم از در واقع n متغیر به n به اضافه m تبدیل میشه چرا به n به اضافه m تبدیل میشه به خاطر اینکه من وقتی که میخوام متغیرهای کمکی رو اضافه کنم به ازای هر محدودیت هم یه دونه متغیر کمکی نیاز دارم که اونا رو تبدیل به مساوی کنم پس در واقع من دارم اگر m تا محدودیت داشته باشم ام تا هم متغیر کمکی دارم و به خاطر همین دستگاه من از n معادله n نامادله و n مجهول به دستگاهی به n به اضافه m معادله و n به اضافه m مجهول تبدیل میشه اینجا هم اگر یادتون باشه گفتیم که ضریب متغیر کمکی صفر هستش یعنی سی ان به اضافه 1 تا سی ان به اضافه ام برابر با صفر به همین اینجا نشون داده نشده اما خب اینجا تو هر کدوم از این یه دونه ها ضریب یک دارن و تو بقیه‌اش ضریب صفر دارن خب پس گفتیم که از این طریق ما میتونیم دستگاه رو به معادله تبدیل کنیم و قبل اینکه برم به جواب های پایه ای وقتی که توی اینجا بهتر نشون بدم وقتی که من دستگاه من به معادله تبدیل میشه وقتی جوابی رو پیدا میکنم جوابی که برای x1 الا x5 پیدا میکنم اون وقت میتونم بگم که روی نقطه رأسیه کی میتونم بگم روی نقطه رأسیه وقتی که این معادله به مساوی تبدیل میشه دیگه نامعادله نباشه خب پس جواب پایه گفتیم که این از این طریق به دست میاد و یک سیستم معادلاتی رو حل میکنیم که به اون متغیرهای کمکی اضافه شده جواب پایهی هر متغیر یک متغیر پایه ای هستش یا یک غیر پایه چرا اینو حرف رو میزنیم؟ به خاطر اینکه وقتی من دستگاه معادلاتم رو میخوام حل کنم یک متغیری رو وقتی که به جواب میرسم خب دو تا حالت داره یا اون x آی من مساویه با صفره یا این x آی من برابر با یک عدده درسته؟ یعنی جواب صفر به دست بیادش من وقتی که بخوام معادلم رو حل بکنم کل متغیرهای خودم رو اولا به دو قسمت پایه‌ای و غیر پایه‌ای تبدیل میکنم خب اونهایی که جواب صفر دارن میشن غیر پایه‌ای و اونهایی که برابر با عددی میشن میشن پایه‌ای چون اونا هستن که دارن این محدودیت رو تشکیل میدن با جوابهای خودشون با جوابهای خودشون باعث میشن که روی یک نقطه رأسی من قرار بگیرم فرض کنید اینجا من دو تا محدودیت دارم و ای که دارم به دست میارم اینجا هستش اون محدودیت ها در واقع برآورد شدن بر اساس مساوی یک سری از این متغیر ها مثلا من اگر محدودیت یک داشته باشم اینجا محدودیت یک رو بگم و محدودیت دو رو بگم محدودیت سه چیزی هست که اینجاست بر فرض این نقطه الان روی این محدودیت نیست درسته این رو ارضا میکنه این محدودیت در واقع برآورد میشه وقتی که مثلا صفر باشه یا هر چیزی باشه این محدودیت کوچکتر مساوی میشه یا بزرگتر مساوی میشه هر چیزی خب این محدودیت رو ارضا میکنه اما روی این دوتا محدودیت قرار داره و وقتی که میخواد روی این دوتا محدودیت قرار داشته باشه وقتی که من از طریق متغیر های کمکی دارم استفاده می کنم فرض کنیم متغیر X3 من بشه 4 X4 من بشه 12 و X5 من بشه 18 این متغیر که کردن اینجا هستن اینا میشن غیر ای چون صفت گرفتن و اینایی که جواب دارن میشن پایهی خب و اون وقت این محدودیتی که اینجا هستش اینا صفر پس من دستگاه معادلاتم و بر اساس متغیرها به دو بخش پایهی و غیر پایهی میگم و هر متغیر یا پایهیه یا غیر پایهیه خب اگر پایهی بود عدد داره میتونه عدد داشته باشه و اگر غیر پایهی بود برابر با صفره خب تعداد متغیرهای پایهی برابر با تعداد محدودیت های فعال هستن یعنی چی؟ محدودیت فعال اگر این خاطرتون باشه محدودیت هایی هستن که جواب یا نقطه پایه روشه وقتی که من این نقطه رو به عنوان نقطه راسی اعلام میکنم محدودیت های فعال اون این دوتا هستن این دیگه محدودیت فعال نیستش خب پس تعداد متغیرهای پایه‌ای اینجا برابر با دو هستش و برابر با تعداد محدودیت هایی هستن که اون نقطه راسی روشون قرار دارن اون نقطه پایه‌ای روشون قرار داره. تعداد متغیر غیر پایه‌ای هم 100 درصد برابر با منهای اون میشه دیگه یعنی اگر من سه تا محدودیت داشته باشم منهای دو تا از محدودیت های من که فعال هستم میشه یه دونه محدودیت یه دونه متغیر یه محدودیت غیر پایه‌ای یه محدودیت غیر فعال که برابر با متغیر غیر پایه‌ای هستش و مقدار متغیر غیر پایه‌ای هم که برابر صفرن که گفتیم متقع... مقدار متقریب پایهی برابر با حل دستگاه معادلات در دست یعنی اگر من این دستگاه معادلاتم باشه وقتی که اون رو حل بکنم مقدار اون متغیرهای پایه من به دست میاد که اگر اینا وقتی که صفر بشن اینا برابر با این عددن حالا اگر این برابر یک عددی بشه این باید برابر صفر بشه بر فرض میسه. خب اگر متغیرهای پایه در محدودیت غیر منفی ست کنن آنگاه جواب پایه شدنی یادتون هستش که من اینجا اینجا در واقع یک محدودیت اینجا خب یه محدودیت دیگه هم دارم که میگم ایکس آیه های من باید بزرگتر مساوی صفر باشه فرض کنین ما قبلا دیده بودیم مثلا یه چنین محدودیت جوابی داریم به این صورت خب و یه محدودیت دیگه هم داریم اینطوری این نقطه الان توی مثلا همه محدودیت ها سیخ میکنه و جواب پایه هستش این نقطه ای که توی جواب من سرق نمیکنه خب پایه ای هست اما شدنی نیست چرا شدنی نیست چون توی بخشید آره شدنی نیست چون توی محدود جواب من که اینجا هست صدق نمیکنه به این یک جواب نشدنی میگن اگر من دستگاه معادلاتم رو حل بکنم و تو تمام محدودیت رو را... این توی این محدودیت صدق نمیکنه توی این محدودیت خاص صدق بکنه میگی محدود... پایه شدنی حالا یکی از دیگر از محدودیت های من نقاط منفی هستش اگر من یه جوابی رو بر فرض اینجا به دست بیارم مثلا این ادامه پیدا میکنه اینجا به دست بیارم خب تو این محدودیت ها داره صدق میکنه تو همه این محدودیت ها صدق میکنه اما تو این یکی صدق نمیکنه پس این هم جواب پایه شدنی نیست اونا این شدنی هستن که توی محدوده جواب من که بزرگتر مساوی صفر هم هستن صدق بکنن اونا میگیم پایه شدنی الان تو نموداری که کشیدیم این یکی هم این یکی هم شدنی نیست ولی این شدنیه این هم شدنیه بذاریم یه رنگ دیگه نشون بدم الان این هم شدنیه چرا؟ چون این کچکتر مساوی باشه روی این هم داره صدق میکنه دیگه خب اگر به صورت کچکتر مساوی در نظر بگیریم و به خاطر این هم شدنیه اما این نیستش خب پس ما فرق بین یک جواب شدنی و نشدنی رو فهمیدیم جواب های پایه شدنی اونایی هستن که تو کل محدودیت های دستگاه معادلاتی من صدق میکنن و وقتی که من دستگاه معادلات رو حل میکنم و وقتی دستگاه معادلات رو حل کردم اگر غیر منفی باشه یعنی تو تمام محدودیت های من صدق میکنم و برای این جواب پایه شدنی هم. حالا دو تا جواب پایه رو مجاور میگن یعنی چی مجاور میگن یعنی اگر من این دستگاه معادلات من باشه این یک نقطه رأسی هست این هم یک نقطه رأسی هست و این هم یک نقطه رأسی هستش و همچنین دو تا, نقطه دو تا جواب پایه در صورتی مجاورن که کنار هم باشن دیگه اینا مجاور هم یعنی کنار هم ولی این دوتا کنار هم نیستن پس مجاور هم نیستن حالا از رو نمودار راحت میتونم بفهمم که این دوتا مجاورن یا مجاور نیستن اما از روی دستگاه معادلات یعنی جوابهای پایه ای چطور میتونم بفهمم وقتی که همه متغیرهای غیر پایه ای اون مشابه باشن مثلا من x1 دارم x2 دارم الا x5 دارم خب فرض کن x1 و x2 من خب این دوتا غیر پایه هستن و بقیه حالا بر فرض پایه هستن وقتی که تمام متقرک مثلا این یک جواب یکه این هم جواب مثلا دو هر چیزی تا ایکس پنج خب الان این ایکس دو و ایکس سه فرض کنیم پایه هستن ولی اینجا این دوتا پایه هستن الان این دوتا چون جوابهای های غیر پایه ایش همشون برابرن هم فقط یه دونشون متفاوته و اونم ایکس یک هستش که متفاوت هست بین این دوتا پس مجاور هم هستن همین در واقع ست میکنه اگر من x1 و x2 پایه ای باشه توی جواب و x2 و x3 منم توی جواب دیگه پایه باشه این دوتا مجاورن چرا؟ چون همه متغیرهای پایه مشابهن، به غیر از یه دونشون پس اگر تمام جوابهای پایه مشابه بودن به جز یه دونشون اون وقت میتونیم بگیم که مجاوره مقدارشون نباید حتما برابر باشن و مثلا اینجا x1 من در اومده 5 x2 من در اومده مثلا 10 اینجا همون x2 مثلا 10 شده x3 در اومده مثلا 12 مقدار ها متفاوتن x3 و x1 که الان دو تا جواب متفاوت هستن مقداراشون هم متفاوته خب این دلیل نمیشه مقدار دلیل نمیشه فقط تعدادشون یعنی اون متغیرها همشون مشابه باشن مثلا x2 x2 مشابه ولی x3 غیر مشابه حالا یکم مثلا مثال بیشتر کنیم فرض کنیم x1 x2 x3 و x4 یک جواب هستش که حالا کدوم برابر مثلا یه عددی شدن x مثلا اینجا 5 اومده جزء جواب قرار گرفته x2 x3 و x4 تغییر نکردن الان این دوتا جواب مجاوره هم هستن چون تمام متغیرهای غیر پایه برش تمام متغیرهای پایه ایشون مشابه هم به غیر از این دوتا این یه دونه در واقع خب اینا غیر مشابه و وقتی که این در واقع مشابهت وجود داشته باشه میگیم جواب ها مجاورن چرا جواب های مجاور مهمه به خاطر که سیمپلکس از یک مجاور به مجاور دیگر میره و ما هر دفعه جواب های مجاور رو پیدا میکنیم خب گفتیم که وقتی من میخوام دستگاه به مساوی تبدیل میکنم و میخوام حلش کنم اول میام تقسیمش میکنم تقسیم بر چی؟ تقسیم بر دو نوع متغیر یکی جواب متغیرهای متغیر های پایه ای که اونها رو با بی بیسیک بی بزرگ نشون میدن و یکی هم جواب های غیر پایی نان بیسیک با ان نشون میدن ان بزرگ و گفتیم که این الان تا به هدف ماست اونم به دو قسمت تقسیم میکنیم محدودیت ها من به همین شیوه یعنی تو هر بار من میام میگم اینها پایه ای و اینها غیر پایه ای پس من اول از طریق متغیرهای کمکی دستگاه نامادلات رو به دستگاه معادلات تبدیل کردم و وقتی که به دستگاه معادلات تبدیل شدم اومدم اون دستگاه رو به دو بخش تقسیم کردم یه بخش پایه ای و یه بخش غیر که باید اونا رو شناسایی کنیم خب وقتی که میگیم پایه ای اونا رو گفتیم با x b بزرگ نشون میدم یعنی یه ماتریس x b دارم که میگم بر فرض مثلا x b من میشه x1 x2 x3 و x در واقع اینا b من هستش x b من و x های n من که نان بیسیک هستن بر فرض میشن x4 x5 و x6 حالا میتونه اصلا اکس باشه. این سه باشه لزوم این دو تا برابر که نیستن خب به اینا میگن ایکس های غیر پایه و وقتی که میخوام دستگاه معادلاتم رو حل کنم اگر یادتون باشه موقع حل میگم اینا صفرن ایکس های غیر برابر صفر میشن و ایکس های بی برابر با حل دستگاه معادلات میشن در واقع اینا رو انگار دارم حذفشون میکنم و میام ایکس بی رو میگم این بی دات ایکس بی مساوی با دست راست معادله دست راست این دستگاه معادلات ان متغیر و ان مجهول رو حل میکنم حل میکنم که حل کردن اون هم میدونیم که حالا بر اساس ریاضیات دبیرستان و حالا جبر خطی میدونیم برابر این میشه که من بی وارون رو پیدا کنم یعنی وقتی که من دارم بی دات ایکس بی مساوی با بی کوچیک این مساوی با اینا رو باید ضبط در یه بی منفی یک کنم بزنیم بنویسم بی منفی یک بی دات ایکس اینم دات مساوی با اگر ماتریسی در نظر بگیریم این b منفی یک حتما باید این ور باشه b منفی یک دات b درسته این دوتا با هم برابر هم در نتیجه شما بردارم این برابره این با این میره میشه i یعنی یک دستگاهی که برابر با یک 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 میشه بقیهش صفره خب یعنی در واقع ماتریس یک میشه برابر با اندازه ماتریس b و این میشه x b مساوی با b منفی یک دات b یعنی اگر من میخوام میکس بی رو به دست بیارم باید بیوارون وارون رو به دست بیارم که یکی از چالش های ما محاسبه این ماتریس در واقع که تو جلسات بعد میبینیم به ماتریس بی میگم ماتریس پایی خب ماتریس بی کدوم بود؟ این بود دیگه ذرایب متغیرهای پایی توی محدودیت های من درسته پس ذرایب متغیرهای پایی تو محدودیت های من ماتریس پایه ای رو تشکیل میده اگر x بی که به دست میارم بزرگتر مساوی صفر باشه چون دستگاه معادلات رو حل کردم اون وقت جواب پایه ایه. اگر مساوی صفرم هم اینجا در نظر گرفته شده اون وقت جواب پایه شدنی میشه خب اگر مساوی رو و کاملا بزرگتر از صفر و مصبت بود و مثبت بود x ای که به دست اومدم ناتباهیده نامیده میشه خب یعنی چی ناتباهید توی در واقع حل سیمپلکس اگر یکی از متغیرهای پایه‌ای هم برابر صفر باشه اگر یادتون باشه من x n رو غیر پایه ها رو همه رو گفتم صفر دیگه خب و x b برابر با حل این دستگاه بود و گفتیم که برابر با یک عدد میشه اما اگر برابر با یک عدد نشد و برابر با صفر شد هنوز دستگاه من جواب من شدنی هستش و یک جواب واسه من اما بهش میگن تباهیده آنگاه جواب پایه شدنی تباهیده هستش چرا تباهیده هستش من تو الگوریتم سیمپلکس حالا بعدا اشاره میکنم این قضیه رو خب دیژنریت بهش میگن توی انگلیسی خب اگر پس یکی از حد... اگر حداقل یکی از متغیرهای پایه من صفر شد اون وقت جواب من تباهیده یا دیجنریت هستش و این چون توی الگوریتم سیمپلکس یک کم مشکل ایجاد میکنه ممکنه مشکل ایجاد بکنه مشکلش هم مشکلی نیستش که جواب بهینه نمیرسیم اما باعث میشه من یه سری تکرارهای علکی انجام بدم بهش میگن جواب تباهیده خب حالا اینا رو گفتیم بیایم یه مثالی هم نگاه کنیم که چطور من جوابهای پایهی رو میتونم پیدا بکنم و شناسایی کنم این دستگاه رو در نظر بگیرین اصلا دستگاه مثلا ماکسیموم مینیموم رو شبل کنیم ما یک دستگاه نامعادلات داریم دستگاه نامعادلات هم رو بذاریم من رنگ کنم کنم دستگاه نامعادلات رو با تعریف متغیرهای کمکی به دستگاه معادلات تبدیل میکنم چه کمکهایی لازم دارم توی محدودیت اول یه کمک لازم دارم که x3 رو اضافه می کنم که این تبدیل بشه به مساوی توی محدودیت دوم یه x4 رو بهش اضافه می کنم توی این قسمت که بشه به مساوی تبدیلش کنم و اینجا ولی با این محدودیت ها کاری ندارم اینجا الان دستگاه من تبدیل شده به یک دستگاه معادلات برابر با چهار مجهول و چهار مجهول و دو معادله درسته من میخوام این دستگاه چهار مجهول و دو معادله رو حل بکنم و جوابهایی که میتونم به دست بیارم جوابهایی هایی هستن که روی در واقع رأس من قرار بگیرن وقتی که بخوام روی رأسم قرار بگیرن آنگاه از این چهار مجهول دو تا مجهول من باید عدد بگیرن دو تا مجهول من باید صفر بشن درسته؟ پس در واقع من هر دفعه دو مادر دو مجهول حل میکنم دو مجهول دیگم رو برابر با یک عدد شناخته شده صفر قرار میدم خب پس بیاین این دو مادل چهار مادل دو, دو مجهول رو با دو, ما... دو مجهول و دو معادله حلش کنیم پس من در هر دفعه دو تا مجهولم رو باید به دست بیارم خب توی اولی من x1 و x2 رو در نظر میتونم میگم. من بعد بین x1 x2 x3 و x4 هر دفعه تکرار کنم و حالت های مختلف رو در نظر بگیرم که یه حالتش میشه یعنی دو تا دو تا باید انتخاب بکنم دیگه یعنی دو از چهار رو باید انتخاب بکنم درسته حالا اینجا هم داریم میبینیم دو تا از این چهار تا رو باید هر دفعه انتخاب بکنم به عنوان جواب های پایه ای خب توی دفعه اول میتونم بگم x یک و x دو جواب های پایه ای من باشن دو تا از اینا رو انتخاب کنم تو حالت بعدی میتونم بگم x1 و x4 جواب های پایه باشن چرا x1 و x3 رو در نظر نگرفتم اینجا آه چون x3 من در واقع توی اینجا در نظر بگیرین نمیتونه هیچ وقت پایه‌ای باشد اگر با x1 همراه باشد آره اگر من بخوام x یکم عدد بگیره خب اون وقت x سه من باید حتما صفر باشد چرا چون این دوتا با هم نمیتونن عدد بگیرن اگر این دوتا با هم عدد بگیرن مثلا سه و دو ماشه سه و سه میشه 6؟ اما x صفر من باید صفر باشه و x چهار من هم اینجا باید سه باشه اینجا x2 من صفر میشه x4 منم هم سه میشه اون وقت من دارم سه تا متغیر پایهی دارم و دو تا غیر پایهی دارم که این تناقضه با حرفی که زدیم یعنی روی نقاط رأسی نیستم پس نقاط پایهی تونه باشه پس من اینجا نمیتونم x1 و x3 رو با هم داشته باشم بخاطر این رو حذف کردیم خب پس این امکان پذیر نیستش پس x1 و x4 رو به در نظر میگیریم پس گفتیم x1 و x3 نمیشه x1 و x4 حالا بعدش میریم سراغ x2 x1 و 2 رو که در نظر گرفتیم x2 و x3 میتونه باشه بعد حالت بعدی x2 و x4 هستش همینطور میریم جلو دیگه بعد میریم سراغ x3 و x4 دیگه حالت دیگه ای نداریم که بتونیم دو تا از این چهار تا رو انتخاب بکنیم خیلی خوب پس متوجه شدین چرا x1 ای ایک و x3 ای رو نمیتونم با هم دیگه بذارم دیگه چون اگر x1 ای ایک و x3 ای رو بذارم اون وقت باید سه تا متغیر من عدد بگیرم و اون وقت دیگه جواب پایه ای نیستش خب بریم وقتی که فهمیدم کدوم یکی از ایکس های من میتونم پایه ای باشن حالا باید اینجا بذاریم با یه رنگ دیگه بیام اینجا x غیر پایه ای که x سه من هست با صفر در نظر می گیرم و x 2 من که غیر پایه هستم برابر با صفر در نظر می گیرم. وقتی که اینا صفر شدن یعنی اینها از در واقع دستگاه معادلاتی من حذف دارن میشن یکی این داره حذف میشه درست باشه آره یکی این داره حذف میشه دستگاه معادلاتی من یکی هم این داره حذف میشه دستگاه معادلاتی من و این هم داره حض میشه اون وقت باید این دستگاه رو حل کنم وقتی که حل کنم اینجا مشخصه دیگه x1 من باید 6 به دست بیاد و x4 منم برابر با سه به دست بیاد همیشه به این راحتی به دست نمیاد چون دو مادل دو مچور و محدودیت ساده داریم اینطور به دست میادش راحت پس میام ماتریس B رو تشکیل میدم و ماتریس B من گفتم که چی هست زرایب متغیرهای ای در محدودیت ها ضریب متغیر پایه x1 تو محدودیت اول یکه تو محدودیت دوم اینجا سفره x2 من ضریب متغیر این بخش این یکی هز میشه بش. خب آره. این طوری این باید دستگاه حل بشه دیگه خب پس اومدم الان نها اینجا x2 من راحت برابر 3 در به نظر گرفته میشه و x1 من هم اینجا راحت میتونم بگم 3 ولی خب همیشه به این راحتی نیستش میان b رو تشکیل میدیم اول b رو اگر تشکیل بدیم زر... گفتیم به متغیرهای پایه در محدودیت ها هستن که ضریب متغیر پایه x1 تو محدودیت اول 1 تو محدودیت دوم سفر ضریبش توی محدودیت اول متغیر پایه x2 من ضریبش 1 و تو متغیر بخش و تو محدودیت دوم ضریبش یکه پس این ماتریس B من میشه ماتریس B رو که تشکیل دادم باید B منفی یک هم رو به دست بیارم B بی منفی یک توی دو در واقع ماتریسی که توی ماتریسی که مربعی هستش یعنی اگر B من الان یک A B C و D باشه میدونیم که از قدیم توی دبیرستان من بخوام b منفی یک یا b وارون رو به دست بیارم مساوی یک تقسیم بر دترمینان بی خب یعنی اگه دترمینانش در نظر بگیریم اینو باید اینطوری ببخشید بزارم. دترمینان بی در اینا رو باید جابجا جا کنم دی رو میذارم اینجا این دوتا رو با هم جابجا جا میکنم آ رو میذارم اینجا بی میشه منفی بی و سی هم میشه منفی سی پس بیوارون من میدونیم دترمینال یک ماتریس مربعی برابر با من منهای B C هستش یعنی این دوتا رو ضرب میکنیم منهای ضرب این دوتا میکنیم ضرب داره دی منفی B منفی C و A خب از این طریق B منفی من به دست میاد حالا توی مثلا الگوریتم سیمپلکس که داریم دستی حلش میکنیم اینو بیشتر میبینیم و خواهیم دیدش پس بی منفی یکم رو به دست میارم که برابر با یه چنین مقداری میشه زب داره بی میکنم که سه و سه به دست میادش پس وقتی که من دارم در نظر میگیرم که x یک من و x دو من متغیرهای پایهی من هستن و x سه من و x چار من غیر پایهی هستند این ماتریس رو با دستگاه حل بکنم میشه 3 و 3 اینا رو هم که گفتم صفر میشن همین کار رو باید تو بقیه موارد رو هم انجام بدیم اگر x1 و x4 رو, هم رو برابر با متغیر پایه در نظر بگیرم یعنی در واقع چه جوری میشه این یکی هم ببینیم گفتیم که x1 و x4 متغیر پایه ان یعنی x2 باید حذف بشه x 3 هم باید حذف بشه تو اینجا هم x 2 من باید حذف بشه اون وقت ماتریس B رو تشکیل میدم ماتریس B رو تشکیل دادم معادله رو حل میکنم دستگاه معادله دو متغیر دو مجهولم رو که برابر با 6 و 3 به دست میادش و اون دوتا تا همین کار رو توی بقیه انجام میدم الان من تمامی متغیرهای پایه رو شناختم و دستگاه معادلاتم رو حل کردم اگر فرض کنیم ماکسیموم سازی باشه و ببینم کدوم یکی از این x ها کدوم یکی از اینا جواب ماکسیموم z رو به من برمیگردونه اگر مینیموم سازی بود و ببینم کدوم یکی از این x ها این در واقع جواب های ای کمترین مقدار رو واسه اون تا به هدفم یا زدم برمیگردونه که تو جلسه بعد اون رو نگاه میکنم اینجا هم که داریم میبینیم که به طور کلی تعداد جواب های پایه شدنی کوچیکتر مساوی من اینجا یکم اشتباه نوشتم این مساویه کوچیکتر مساوی ام از ان هستن یعنی این هم به این صورته که اینو حالا درست میکنم پاورپوینتشو اینجا هم دیدیم برابر با ام از نبود دو از 4 میشه دیگه اینجا الان برابر با دو از 4 هستش و دو از 4 میشه 4 فاکتوریل تقسیم بر دو فاکتوریل در چهار منهای دو فاکتوریل که میشه چهار فاکتوریل تقسیم بر دو فاکتوریل دو فاکتوریل خب که چهار فاکتوریل میشه چهار زبتره سه زبتری دو زبتری یک تقسیم بر دو زبتری یک زبتری دو زبتری یک که میشه چقدر دوازده بیست و چهار تقسیم بر چهار که مساویه با شیش و ما اینجا 6 تا نداریم 5 شده پس کوچیک‌تر مساوی که گفتیم x1 و x3 نمیتونن با هم دیگه باشن چون وقت پایه شدنی نیستن خب پس اینجا این از این موارد یه ذره تست و کنکور میاد بخترم این منم گفتم که یه مقدار بیشتر روشن بشیم تو این موضوع پس کوچیک‌تر مساویه من اینم درست میکنم بعد پاورپوینت رو می‌ذارم تو وبسایت ممنونم از توجهی که داشتین تا جلسه بعد خدا نگهدار